خب پلتفرم VOD تازه تأسیس تماشاخونه اولین سریال اختصاصی خودش رو رو کرد و با آمستردام رسما وارد بازار شبکه نمایشخانگی ایران شد. اولین که خوش اومدی تماشاخونه و امیدوارم کارهای خوب در آینده نزدیک ازت ببینیم. دوم این که کاش اینقدر طوفانی شروع نمی‌کردی. مثلا با یه سریال رد متوسط مثل پوست شیر و آکتور اینا شروع می‌کردی بهتر بود جای این شاهکار. حالا الان بگذریم. جلوتر سراغ سریال میریم. یه ذره اگه آدم تو بازار VOD چرخیده باشه خبر تولید و پخش سریال ها زود به گوشش میرسه. مثلا همین سریال آمستردام چند سالی هست آماده است و جوری که مشخص بود کسی زیر بار پخشش نمیرفت، تا اینکه VOD تازه نفس تماشاخونه برای اینکه بتونه اسمش رو سر زبونا بندازه و جاشو تو بازار محتوا پیدا کنه اومد این سریال خرید و به صورت کاملا رایگان پخش کرد. یه نکته جالب دیگه هم که وجود داره خبر پخش سریال پدر گواردیولا است، اونم به صورت اختصاصی از تماشاخونه. حالا نکتهش چی بود؟ اینکه این سریال هم چند سالی میشه که آماده پخشه، هر چند وقت یه بارم یه موج خبری روابط عمومیش میرفت روش، ولی بازم هیچ پلتفرمی حاضر به پخشش نشده بود تا امروز که سر از تماشاخونه درآورد. توی این قسمت از پلی بک هم میریم یه نگاهی به قسمت اول آمستردام بندازیم ببینیم چه جور کاری از آب در اومده. آها راستی، بعد سلام علیکم و این حرفا یه توضیح هم در مورد اینکه چرا قیافمو نمیبینی توی این قسمت بدم. حقیقتا حال نداشتم جمع کنم برم استودیو، کلی آدم درگیر تولید برنامه جدید کنم واسه آمستردام. به خاطر همین تصمیم گرفتم یه گوشه خونه بشینم تنها این اپیزود ضبط کنم. قبلش هم اینو بگم که اگه تازه با پلی بک آشنا شدی هم خوش اومدی، هم سابسکرایب و لایک ویدیو رو فراموش نکن که خیلی توی رشد ما تاثیرگذاره. دمت گرم. عرضم به حضور شما که اول به نظرم از عوامل سریال شروع کنیم که بدونیم اصلا قراره کار کیو بشینیم وقت بذاریم ببینیم. با کارگردان شروع می‌کنیم. آقای مسعود قرقوزلو. افتخار آشنایی باهاشون نداشتم و یه سرچی که کردم به فیلم 20 هفته که سال 94 ساخته و یه کار نیمه کوتاه به اسم هفتم که اونم سال 90 ساخته برخوردم. جز این خیلی اطلاعات درست درمونی از ایشون پیدا نکردم، پس دقیقاً نمیدونیم سریال کیو قراره ببینیم، که خب اینم هیچ اشکالی نداره. تیم نویسندگان اینجا مسعود قرقوزلو و جناب آقای علی سندانی که اسم ایشون هم حقیقتاً تا حالا نشنیده بودم جز نویسندگان ایران، که با کمک دوست عزیزمون گوگل متوجه شدم ایشون اصلا عکاسن و تو پروژه فاخر ممنوعه به عنوان عکاس همکاری داشتن. حالا اینجا هم تو پروسه نگارش متن حضور داشتن هم سر صحنه به عنوان عکاس. حالا بامزگیش هم اینجاست که تو تیتراژ ابتدایی اول یه بار نویسندگان رو می‌نویسه که آقای سندانی هم تو لیست اسمش، بعد دوباره آخر سر عنوان نویسنده میزنه که فقط اسم آقا مسعود است. چرا دوبار اسم نویسنده میاد رو تیتراژ؟ اصلا بحث شد، اینم بگم تیتراژ ابتدایی مگه اسمش نیست؟ چرا دقیقه 18 پخش میشه پس؟ خیلی باحال بود. فکر کن رفتی تو عمق داستان، اصلا داری غرق میشی توش. بعد دقیقه 20 یه اپیزود 50 دقیقه‌ای تازه تیتراژ میاد بالا. حالا بگذریم، مهم نیست. دوست داشتم بذارم وسط اپیزود دیگه. اوکی. تهیه کنندگی کار هم آقای مرتضی شایسته انجام داده که اجالتا این یه اسم به اندازه کافی شناخته شده است توی سینمای ایران. از فیلم مادر خدا بیامرز علی حاتمی تا بوتیک و محاکمه و غیره تو کارنامه ایشون پیدا میشه. البته یه اسم دیگه هم به عنوان تهیه کننده هست تو تیتراژ که اونو دیگه اصلا هیچ جا نمیشه پیدا کرد. آقای ایمان افشار. شما سرچ کنی اسمشو دانلود آهنگای جدیدش و یه سری دیتا در مورد خانم آنایتا افشار پیدا میشه فقط. بازیگرام که دیگه مشخصن. خلاصه این از عوامل. دیگه بریم سراغ قسمت اول سریال فاخر آمستردام. قصه از 20 سال قبل شروع میشه ولی دقیقاً مشخص نیست که زمان قصه کیه که 20 سال قبلش میشه چه سالی دقیقاً. چرا معلوم نیست؟ الان میگه. آقا مسعود که خودش به جز نویسندگی و کارگردانی زحمت طراحی صحنه هم کشیده، با استفاده از یه سری وسایل قدیمی مثل این رادیوه یا تلفنه یا ماشینا سعی داره اتفاقو خیلی قدیمی نشون بده. اگه داستان 20 سال بعد حال حاضر یا دست کم همین چند سال گذشته باشه که 20 سال پیش راه خیلی دوری نیست، میشه سال 81 و 2 که اون موقع مردم از این وسایل استفاده نمی‌کردن. اینا خیلی قدیمی تره. پس در کل تاریخ اتفاق قصه لااقل تو اپیزود 1 کاملا گیج کننده است. حالا این هیچی، شاهکار اتفاق سوتیای رنگ و رنگ گذشته است. تو این پلان اگه به اون ماشین دم در توجه کنین بدتر سرگیجه میگیرین تو پیدا کردن تاریخ قصه. نمیدونم چه ماشینیه ولی میدونم اون دوره‌ای که ملت از این رادیو و تلفن استفاده میکردن از این ماشینا نبود. یا مثلا این دوستمون به گفته آقای پاکدل دهاتیه. بگذاریم از اینکه لهجهش به هیچ دهاتی حتی اطراف تهران هم نمیخوره، ولی آقا مسعود چند سال تو ایران زندگی میکنی عزیزم؟ کدوم مرد دهاتی ایران
20 سال پیش نمیدونم کی کوچلوار ست سرنگ میپوشه که آقا مسعود جواب بنده رو تو تیتراژ پایانی داده. وقتی اسپانسرت یه برند پوشاک لاکچری باشه دیگه فرقی نمیکنه شخصیتات کیان چیکارن، همه خوب لباس میپوشن. سوتی بعدی، حالا این 20 سال پیش شما رو یا ما نبودیم یا خیلی بچه بودیم، ولی این گرافیک شاهکار سیگار نکشید رو وینستون قرمز اون موقع هم بوده. برند لباس برنتون چی؟ می پوشیدن اون موقع اینو ملت؟ دست کم 50 نفر آدم آفیش بودن سر صحنه، یه نفر پیدا نشد بگه اینا رو بهتون. اینم از جلوه های ویژه بی نظیرش. برادرزاده من با گوشی موبایلش طبیعی تر از این آتیش درست میکنه. تصادفم که گرون میشده، خیلی هم این کاره نیستیم تمیز در بیاریم پلانو، فید میدیم تو سیاهی صداشو میذاریم. حاجی بی خیال دیگه، سر تا ته سکانس رو با توف چسبوندی به هم، این چه وضعیه آخه. این از تولید، کارگردانی و متنم که دیگه شاهکارن. این مه واسه چیه؟ پیکی بلایندر زیدی قبلش؟ اونجا صنعتی شدن جامعه انگلستان رو با بخار ماشینالات بزرگ نشون میداد، اینا هم از وسطش رد میشدن پلان قشنگ میگرفتن. تو چرا مه داری تو پلانت؟ برای من قدرت یعنی قدرت. چه دیالوگ قشنگی، دم نویسندشان گه. Power. موقع نگارش این اثر فاخر گیم آف ترونز میدیدی آقا مسعود؟ اینجا هم شاید به خودتون بگین طبیعی ترین رفتار هر آدم بعد از وارد شدن به ساختمون اینه که در رو ببنده، یا اگه از این بازویی ها داره لااقل چک میکنه که بسته شده باشه. پس این چرا نبست؟ جواب ساده است، میخوایم یه کاراکتر قایمکی بیاریم تو، ولی هیچ راهی به ذهن مبارکمون نمیرسه. ساده ترین کار چیه؟ این در رو نمیبنده. انصافا اگه قضیه و هدف تولید این کار چیزی جز سریال ساختن بوده، بگو که ما مگه علکی بهت گیر ندیم، تو کار خودتو بکنیم ما هم کار خودمونو. ولی نه، اگه واقعا صرفا هدف این بوده که سریال بسازی، که به نظرم آمستردام واسه کل کارنامه کاریت کافیه، دیگه نکن این کارو لطفا. تیم بازیگرام که قربونشون برم، من درک میکنم که شغلشونه از این را کسب درآمد میکنن، ولی یه خط قرمز کمرنگ اصلا مایل به صورتی هستن. بذارین واسه خودتون که سر اینجور کارا نرین لااقل. مردم میبینن نظرشون در موردتون عوض میشه به خدا. من که مطمئنم، اصلا هیچ شکی ندارم آقا مسعود همتون رو روز دورخونی متن جمع کرده، ازتون خواسته بدترین بازی ممکنتون انجام بدین. غیر از این هیچ توضیحی واسه این نقش آفرینیای بیادماندنی نمیشه داد. بنده خدا مشتاق پیرزادم که 2-3 سال پیش سر این پروژه بوده، اگه میدونست الان قرار پخشه مطمئنا نمیرفت سر این سریال. همین چند وقت پیش واسه بازی خوبش تو پوستشی کلی اسمش چرخیده، کلی طرفدار پیدا کرده، نمیومد اسم تازه در رفتش رو با آمستردام خراب کنه. خلاصه که از هر جهتی و با هر سلیقه‌ای نگاش کنی، سریال آمستردام یه زباله خالصه که حتی ارزش فکر کردن بهش هم نداره، چه برسه به تماشا کردن. حالا دیدن این سریال به اندازه کافی سخت بود، خود تماشاخونه هم هی سخترش میکرد. اول یه بار زیرنویس تبلیغ رفت، بعد دید کمه، لوگوی دکتر سریتان هم گذاشون بالا، ولی مدیونین اگه فکر کنین کافی بوده. اصلا سریال قطع کرده اینه صدا سیما وسطش تبلیغ رفت. آقا مگه ما ازت خواستیم رایگان پخش کنی که اینجوری تلافی میکنی سرمون؟ حالا اولش رو همه میرن اوکی، وسطش دیگه نکن انصافا. کدوم ویودی کجای جهان وسط سریالش 20 ثانیه تبلیغ میره آخه، اونم دوبار. در آخر این برنامه رو ساختم که بهت بگم من دیدم شما نبین. اگرم میخوای ببینی انتظار کار حتی متوسط هم نداشته باش که تو ذوقت نخوره. دمت هم گرم که این ویدیو رو تا آخر دیدی. اگه از برنامه خوشت اومد لایک ویدیو و سابسکرایب کانال یادت نره که خیلی واسه ما ارزشمنده. خیلی مخلصیم.